خواستم درست بعد از پرسش پاسخ باشه. آها. جاش میتونیم بذاریم اونجا. آره میشه گذاشت. چون اون نمره های اونم متفاوته. بر هم میهنان گرامی، 120مین برنامه تاریخ و فرهنگ ایران را با همکاری بانو آناهیتا زند و دکتر کیومرث زند کرمانی پیشکش میکنیم. برنامه در اختیار شما بفرمایید. درود بر شما کدوان گرامی، مازیار پدرام، درود بر هم میهنان گرامی. امروز تیرشید چهارم از ماه تیر سال 12347 کیومرث مهمیترایی، برابر است با 25 جوان 2014 تشتایی. درود هم میهنان گرامی، مازیای گرامی، درود بر شما. امروز چه باید بکنیم؟ بله، من به مناسبت آغاز ماه تیر و جشن‌های همپیوند آب‌ها که در این ماه بسیار جشن‌های متفاوتی رو در بر می‌گیره و آغاز در واقع این ماه نیز با جشن هوم همراه هست که من برخی از این جشن‌ها رو اگه دوستان توجه کنن که در گاه شمارها یا تقویم‌های معمولی پیدا نمیشه رو از گاه شمارهای ودیک و هندی پژوهش کردم و همچنین حتی از تقویم‌ها یا گاه شمارهای خوارزمی، مثلا خوارزم، تاجیکستان، جاهایی که پیوند با ایران بزرگ بوده ولی همکنون خب بر روی نیست. اینها بر روی تاریخ‌های کهن‌تری هست که من به دنبالش هستم مرتب و پژوهش می‌کنم و جشن‌های جایگاه‌های درستش رو در گاه شمارمون جای میدم. و از همین روی نخست ماه تیر که در واقع ما میدونیم با جشن موسم آبهای بارانهای موسمی و به اصطلاح ستاره تشتر که پیشتر باز کردیم که در این ماههای موسمی میدرخشه در آسمان و از باستان هم به اون توجه داشتن و همچنین جشنهای جشن نیلوفر بسیار باستانی که با گشایش هستی همراه بوده و تیرگان و داستان تاریخ ما که تاریخ آرش کمانگیر و همه اینها در پیوند هستن. به هر روی من جشن هوم رو امشب بررسی میکنم که آغاز ماه تیر رو به مناسبت اون نامگذاری کردیم و ببینیم هوم چی بوده، از گه باستان چه انرژی های همپیوندی داشته و چه جایگاهی داشته و چگونه. خب پس امشب ما شاهنامه رو میذاریم، ادامه شاهنامه رو به هفته تیرشید آینده. دوستان فراموش نکنید ما رسیدیم به جایی که ایران جوان در حال پای به میدان گذاشتن به این چمن که رستم جوان که دوران کودکی رو پشت سر گذاشته و به دوران بلوغ رسیده به دنبال اسبش میگرده. رخش برجاوندش ما به اونجا رسیده بودیم. پس این رو میذاریم برای هفته آینده. بسیار خوب. کدبان گرامی اگر دوست دارن میکروفونشون رو خاموش کنن که صدا بر روی شفافتر میشه از این جهت. احتمالا خاموش کردن. جشن هوم و اصلا هوم چی هست و چه معنا و چه مفهومی رو در بر داشته در بین نیاکان آریایی ما و اینکه به گیاه هوم ورجاوند چه چیزهایی رو نسبت میدن و چه کاربرهایی داشت، کاربردهایی داشته در تاریخ ما. خب شما نمیخواین اون بخش از زرتشت رو اونو میذاریم برای هوم زرین رو میذاریم برای آخرین بخش این برنامه. چکامه یه زرتشت رو میذاریم برای در آخر. شما دارین؟ بله بله آماده هستش. بسیار فرخنده. خود هوم در واقع ندای گهان باز شدن گهان هستی است که همواره در گهان هستی در حال تپش و موج زدن و گسترش هست که این رو
این ندای هستی رو که ما گفتیم هم میشه موازی کرد با همون اوم هندوی ودیک که هر دو یکی هست، همون باز شدن هستی و گشایش و بسته شدن و این تپش رو در واقع در خودش رزونیت میکنه، این واژه هوم یا اوم، و این چیزیست که در واقع میتونیم بگیم چکیده نبای گهان هستی است. بسیار خوب. و این رو این نوا که با ایزد سروش پیوند تنگاتنگی داره، ما اگه دوستان توجه کرده باشن در اسطوره های ما و حتی در تاریخ و شاهنامه پردیسی میبینیم که از ایزد سروش بسیار نام برده شده و اینکه در بزنگاه های سیج یا خطر هستی یا برای آگاهی رسانی این ایزد نمادین شده که میاد به جان انسان آگاه و بیدار و انسانی که فرارونده است و اون رو با ندای هستی و با ندای به هوش باش میده و از راز و رمز هستی که در جریان هست آگاه میسازه. این باز خودش در اسطوره های ما این ایزد سروش پیوند تنگاتنگی با ایزد هوم داره و اینها رو به هر روی پیشتر از این بررسی کردیم و بررسی خواهیم کرد که نام این گیاهی هم هست که شما فرتورشو دقیقاً کربن گذاشتن دقیقاً. به نام هوم زرین. هوم زرین در واقع این گیاه رو که در گه وداهای باستانی ما که دست کم به 33,000 سال از روی نوشته های ودا میرسه رو با نام گیاه سوما شناسایی کرده بودیم، نامگذاری کرده بودیم که من بخشهایی رو از ریگ ودا میارم در پیوند با اون و اینکه سپستر در نوشته های زند پارسی، زبان زند پارسی که به 12,000 سال پیش پس از آخرین یخبندان میرسه، این گیاه رو هوم یا هما نام دادن. خب هر دو یکیست در واقع که دو لهجه متفاوت از یک زبان، یکی سانسکریت و یکی پارسی باستان که هر دو خواهر یکدیگر و تمام زبان‌های دیگر دنیا از اونا کپی برداری شده از جمله لاتینو و هر آنچه که از لاتین آمده. بله. در نتیجه اینها سوما، هوما و هوم در انگلیسی میبینیم که هوم به معنای خانه، کاشانه. بله. چرا که این گیاه خود نیرو بخش و توانایی بخش و ذهن رو آگاه و بیدار کننده است. بله. یکی از خاصیت های این گیاه یا همون که حتی جوشونده اون رو میشه خود و ایمیون سیستم به بالا میبره، برای انرژیزا، برای نیرو و توانایی، برای توانایی دفاع از خانه و کاشانه. پس زمانی که در انگلیسی میبینیم که از زبان فارسی باستان این تبدیل به هوم یعنی خانه میشه، اون چیزیه که نشون دهنده تمام این واژه ها میبینیم که از شرق یا آریاوارتا میاد، سرزمین هند و ایران. بله دقیقا. این چیزی که امروز شناسایش کردن این گیاه رو همون از خانواده افدرا هست که یک گیاه بر روی هم هالوسینرژیک هست، هم نیرو بخش و توان بخش و بسیاری خاصیت ویژگی های دیگه ای داره و این رو بر روی از خانواده افدرا میدونن. البته خاصیت هالوسینرژیک زیاد نیست، بیشتر نیرو بخشیه بله و انرژی زایی هست. جالبی با پوزش از دوستان برای چند درنگ. بله به هر روی در زمان ودیک وداها ما این گیاه رو با سوما میشناختیم، سپستر بعد از تاریخ نوین دوباره آریاوارتا که پس از آخرین یخبندان بود این رو در زبان زند پارسی باستان هما میشناسیم که همون از خانواده افدرا باشه. جالبی اینجاست که در جایگاه های بسیار باستانی آریاوارتا، یعنی حتی به من اینجا میخوام اشاره داشته باشم به غار شنایدر که در کوههای زاگرس هست و در بخشای از کردستان و لرستان اون سو میفته که یکی از باستانی ترین جایگاه هایی است که به اصطلاح
باستان شناسان پیدا کردن، این قاره شنایدر هست در کوههای زاگرس که اسکلت های نئاندرتال از اونجا کیومرث گرامی به دست آوردن که 50,000 سال پیش، دقیقاً به 60,000 سال پیش رقم زدن و 10 تا از این اسکلت ها رو به دست آوردن که خودش باز یک تاریخ و داستان جالبی داره. ولی کوتاه این که این قاره و این گیاه مثل پولن یا به چیزهای دانه های گرده این گیاه و گیاهان دیگر رو در این قاری که خیلی هم معروف شده که نشون داده شده که نئاندرتال ها برای به خاک سپاری به اصطلاح هم نوعان خودشون از گیاه و گل و اینها استفاده میکنن و بر روی جسد میریختن و این گونه اونا رو خاک میکنن و حتی تبابت میکردن، به اصطلاح هیلینگ میکردن و از گرده های گیاهانی که از این غار به دست آمده که به 60,000 سال پیش هم تخمین زدن، یکی همین هما یا سوم هست و سوما هست و یکی به اصطلاح چندین هست، یرو هست که ما بهش بو مادرون میگیم، گیاهیست مدیسینال بله. شفا بخشه. تیستل از این گیاهانی هست که به پارسی برای کبد مکتسل بله. و یک نوعی از هایستین که یک نوع سنبولی باشه و هورستیل که باز همین از خان میشه گفت از خانواده هما هست که به سلام دم اصل اصطلاحا بهش میگن و چندین نوع دیگه مدیسینال. خب پس نشون میده که آمده. بله. این حتی نئاندرتال ها هم در سرزمین ایران با نئاندرتال های اروپا فرق میکردن. اونا سرکله همدیگر رو میشکستن، اینا با این گیاهان همدیگر رو هیل میکردن، یعنی از مریضای همدیگه شفا میدادن و مواظبت میکردن. برعکس این جهودان امروز که حاکم شدن، اگه مردمان تو خیابونا از گرسنگی بمیرن یا مریض بشن بیفتن کسی نیست، یا اگر مریض بشن کسی نیست اینا رو به قول معروف میگن اول پول بده تا دکتر رو خوب بهت بدیم. یعنی نشون میده که ما نئاندرتال های ما هم به قول معروف آریامنش بودن و نئاندرتال های اونور که اروپا باشه تازی منش بودن. عجیبه، من دارم به یه چیزایی پی میبرم، حالا میرسیم کجا میرسیم. ولی جالبش اینه که در همین غاری که به سرا این اسکلت ها رو دست آوردن، بعد از آزمایشات و اینها متوجه شدن که خیلی از دو سه تاشو یا یکیشون که مشخصا از چندین ضربه های متفاوت شکسته شده بوده و بعد از زندگی طولانی و دراز مدتری پس از اون به اصطلاح ضربه ها و اینا زندگی کرده و روش هیلینگ شده و خیلی از اینها رو ربط میدن به این دارو درمانی و شمانیک به اصطلاح هیلینگ که برمیگرده به 60,000 سال پیش. خب پس نشون میده که اگر این فرد از کوه افتاده یا ضربه ای به سرش خورده، زمین خورده، یا با حیوان وحشی جنگیده، یا به هر دلیلی استخونه شکسته یا سرش ضربه خورده، این شفا پیدا کرده با مواظبت بقیه نئاندرتال ها. خب پس نئاندرتال های ما انسان بودن و درود بر ایشان. خیلی جالبه. ولی حالا از تاریخ های مهمی که باز بر میگرده به اصطلاح از کشفیاتی که شده در باستان شناسی، همین گروه سریندی که یک باستان شناس بسیار مبارزی هست در خراسان بزرگ و الان جایی که تاجیکستان و اینها ربط داره، یکی از معدود باستان شناس هایی که هیلگر و دسیسیگر و جهود نیست، چون تمام این رشته باستان شناسی دین شناسی رو به وسیله جهودان دانشگاه های کثافت اینا کنترل شده به مزخرف گویی بسیار. این یکی از معدودایی بود که البته دانش و پیچیده‌ای که چقدر در این زمینه دسیسه هست سریندی نداره متاسفانه و نداشت، پیرم شد و فکر میکنم فوت کرد، مرد. فکر نکنم هنوز زنده است. در حال زیر پوشش روسیه به هر روی تونسته کارهایی بکنه، تونست بیاد به منطقه دقیقا در خراسان بزرگ خیلی از اون آگاه به صلاح قبرها آرامگاه های
خیلی اصیل و قدیمی رو پیدا کرده در خراسان و قسمت‌های ترکمنستان، تاجیکستان اینها. اینکه هرچی از اروپا و انگلیس جنایتکار و فرانسه و اینا از دست جاسوسای جودا بودن که اومدن تو ایران و در قرن‌های اخیر همه چی رو دزدیدن و بردن و آشغال رو به قول معروف همه چی رو جمع کردن و بعد بردن به دانشگاه شیکاگو و جاهای دیگه و مغازه های آنتیک جودان و در به قول معروف در اسرائیل کانونی و بردن و بردن. بر روی این سریاندی که باستانشناسی بسیار ارزشمندی هست در همین بخش های ترکمنستان کنونی که به اطراف باکتریا و خراسان بزرگ نامیده میشد به اصطلاح چیز باستانشناسی کرده و جاهایی رو پیدا کردن که در اونجا همین گیاه سما به همراه پاپی یعنی خشخاش و یک گیاه دیگه بر روی باهاش سرمانی میکردن، ازش آشام نوشابه درست میکردن و بر روی اینها رو تونستن کشف کنن و حتی رزیدوش هاش رو تست کنن و ببینن چی بوده و چگونه بوده که بله. باز برمیگرده به بسیار باستان. تریاک به عنوان بسیار مرض و اعتیاد اینها به کار نمیرفته، بلکه برای درمان به کار میرفته. تریاک ضد درد بوده و ضمناً ضد سم بوده، با اینکه خودش یک نوع سم هست ضد سمه و به اون تریاق یا ضد سم میگفتن و همچنین قاف هم می نوشتنش بعضی وقتا و همچنین گیاهایی که نیرو بخش و یک گیاه دیگه هم بوده از سن و اینا گیاه رزیدوشو پیدا کردن. بله، به هر روی اینها از داده های باستانشناسی است که به دست اومده. ولی بازگردیم به کتب یا نوشته های بازمانده. از ریگ‌ودا که کهن‌ترین اثر آریایی ها هست، در یعنی جای جای این کتاب از سوما و ایزد منسوب شده به این گیاه و به اصطلاح توانایی ها و ویژگی هاش سخن رفته. بله، البته باستان تو این کتاب های به جای مانده آریایی ها، برای اینکه هم مرکز کتاب های آریایی و دانش آریایی در پارسه یا همون جیرفت امروز بود و انشان امروز بود که اون مرکز بود و هرچی که در اطراف در هند در شرق هند یا حتی در مسوپوتامیا بود اونا که در هند بود بخشن از حمله تازیان محفوظ نگه داشته شد، شاید کمتر از 90% نابود شد، ولی هرچی که در ایران بود به وسیله تازیانی که همیشه پشتشون همون جهودان بودن از جمله اسکندر، حالا ما به شهرهای سوخته 5000 سال و 8000 سال و 10000 سال اینها بر نمی گردیم، ما بر می گردیم فقط به دوران اسکندر که آدم خوران تازی به حساب بردهدار یونان اون رو فرستادن برای نابود کردن کتاب های ایران و دزدیدن که با گفته خود یونانیان تاریخ نویساشون 700 بعضی همه چیزو سوزوندن 700 بار شطور فقط کتاب بردن. حالا جواهراتونه، حالا اونا بماند، موضوع کتاب هاست. زمانی هم که جهودان یا سر حجاز حمله دادن این آدم خوران رو به ایران که یکی از کتابخانه ها که تنها کتابخانه بزرگترینش رو بخوایم بگیم گندی شاپور چند ماه میسوخته. یعنی شما هر چی رو که آتش بدید یه شهر هم آتش بگیره در از یک هفته خاموش میشه، همه چیزش میسوزد، برای این کتابخانه ماه ها میسوخته. شما ببینید که اینها این چیزی که روی پوست و روی پاپیروس اینا نوشته شد، چیزایی هم که روی لوح‌ها بود که این کثافت جهود از مرکز دستور میدن از به اصطلاح همون یثرب و حجاز میگن بریزین به رودخانه، به رودخانه اونها رو بریزین به اصطلاح لوح‌ها رو. خب این در ایران هر چی که بوده 99.99999ش از بین رفته، در هند شاید بتونیم بگیم 90 یا 95% شد. پس بله، ریگ ودا که کهن‌ترین بخش وداهای چهارگانه هست در جای جای اون و در وداهای دیگر از سوما سخن رفته و به ویژه از این 10 بخش خود کتاب ریگ ودا یک بخش نهمش کاملا مربوط به در پیوند با سوما به صدا یا هوم سخن گفته شده که من خیلی کوتاه چند جمله میارم که فقط آشنا بشیم که
این گیاه ورجاوند رو برای چه انقدر ارج میگذاشتن. میگه در ریگ ودا مندلای 9 یا بوک 9 یا بخش 9 بخش سوما همین 9 سوما the sage of heaven whose heart is wise send us delight delightful powers of life. میگه ایزد سوما ایزد بهشت heaven که قلبت وایز و دانا و آگاه هست در واقع هوشیار بله دانا آگاه و هوشیار است برای ما نیروهای delightful نیروهای خوشی آور بله برای ما برای زندگی ما بفرست یعنی از این گیاه در واقع نیرومندی رو میخواستند نیاکان ما. Onward to a glorious home, dear to people void of guile, with excellent enjoyment flow. میگه هم چکامه است و هم سمبولیکه و هم اسطوره‌ای و دانشپایه است. اینا مجموعه این نیست که ما همجور به سادگی میخواستیم مثلا با این گیاه گفتگو بکنیم که درست است با گیاه میتوان گفتگو کرد برای اینکه گیاه هم خواهر برادر انسانه و حیوانه و جانور همه چیز از همون تکسلوری اول گیاهی که در دریاها به وجود اومد ما این قوم و خیشی رو و این دوستی رو و این رابطه رو بین خود و باشندگان اطراف خودمون چه گیاه چه انسانهای دیگر و چه جانوران و چه هستی و چه سنگ و خاک حتی میدانستیم و در وجود خودمون این رو داشتیم این که دوست بودیم با طبیعت یا با اپرهام چرا دشمن امروز با طبیعت و نابودش میکنن برای اینکه سوز شکم و زیر شکم جهودان رو تبدیل به صلاح منی یا پول بکنن و از اون برای تجاوز و وحشیگری و نابودی طبیعت استفاده کنن این دو نیروی کاملا متضاد یک نیرویی که هستی رو میشناسه و با اون یکیه انسان آریایی یکم این انسان تازیه که امروز بر جهان حاکم شده حالا من این رو دوستان هرچی بیشتر درش به صلاح جرفتر برن و در این نوشته های باستانی متوجه میشن که این گیاه در واقع همون گونه که خودش جای جای اشاره میکنه هارت چاکرا اون سنتر قلب انرژی چرخه قلب انسان رو باز میکنه واسه همینم میگه وایز تو آر هارت و این خودش یک پیوند فراتر و مهریتر و جرفتری رو از اپرهام هستی با انسان به وجود میاره که باعث میشه که نواهای همون گونه که گفتم ایزد سروش باش هم پیوند هست یک چیزهایی رو با جان خود اینها دریافت کنند با جان خرد با جان خرد نه خرد خالی و این باز ویژگی این گیاه هست و ما حتی اگه تو بومیان امریکایی هم که خودمون وارد باشیم مثلا در تولتک ها میبینیم که گیاهانی هستن که یک چنین ویژگی هایی دارن که انسان رو به اون درجه میرسونن و انرژی هاشون رو کانالیزه میکنن یا باز میکنن که میتونن دریافت های ژرف‌تر و بهتر و دقیق‌تری از هستی داشته باشن و این خودشون رو در واقع فرح رو به یک مرحله بالاتر از به اصطلاح ماندین اون روزانه شون میبره و این خودش باز اون ویژگی است که از اون گیاهای به اصطلاح استفاده میکنن از زندگی روزمره پست سود پرستانه در سطح پایینش میبرشون به جایی که البته اونها کلن در زندگیشون در اپرهام به شکل دیگری بوده بالاتر بوده با هستی در پیوند بوده اما این گیاهان کمک کننده بوده چون اینا همه قومخش های ما هستن و کمک کننده ما هستن ما آنچه که میخوریم و مینوشیم ما همانیم و از اون میان و تمام اینها ما رو به وجود آوردن و ما اونها رو به وجود این رابطه ای که بین همه چیز رو درست کرده نه یک رابطه دیستراکتیو یا خراب کننده که همه چیز برای من درست شده که من اونها رو بخورم بیا شما زیاد شم که در تورات آمده اون درست مخالف این راه فراپویش یا هستیه چیزی مثل پیوته یا بهشون مسکریتو که این روان بیدار رو درشون این روان رو بیدار میکرد و با هستی یا اپرهام
نزدیکی و راز رمزهایی رو کشف میکردن که میبینیم که از چند فرهنگ پیچیده و بالای برخوردار میشه. حتی اگه توجه کرد، یعنی میدونید که این مثلا همین سرمونی پیوته در بین بومیان جنوب آمریکا یا مکزیک مشخصا، اینها حتی به اصطلاح اون انرژی یا اون فرحی که در اون گیاه هست که هم پیوند میشه با انسان میدیدن، به اونها سانگ های ویژه چکان خانی یا آهنگ و شعر ویژه رو برای هر فردی به ارمغان می آورد، یعنی در جان وجودش می گذاشت و اون دریافت می کرد. و این من یکی از ویژگی هایی هست که سپستر خواهیم دید که در هوم هم وجود داره و باز اینها باز رمز و راز های هستی است که میشه در لایه های متفاوت اینها رو بررسی کرد. حتی میتونسته به شکل نور که ایرانیان بیشتر اون رو به شکل نور همون که جنس اصلیش باشد، یعنی انرژی در ارتباط با در پیوند با انرژی اولیه سازنده هر آنچه که در هستی هست، با اینکه میدونیم چه ما انسان، حیوان، کره زمین، ستارگان، همه اینا جسم سخت نبوده، در اول همه انرژی خالص با سرعت نور در حال حرکت بوده پس از بیگ بنگ، پس هر چه که هست همون انرژی خالص. دقیقاً. ولی توجه داشته باشیم این خود واژه هوم رو از همین این به اصطلاح هم پیوند شدن با نوای جهانی اینها برداشت کردن که به سه واژه حرف ا او ام در واقع خلاصه میشه که خود هندوهای امروز هم میگن با همین واژه تمام واژه های حتی به اصطلاح سانسکریت در اون خلاصه شده. بله، البته هندوها امروز میگن آم. بله. آم بعد میکشن این بله. آ باز شدن هستی، بیگ بنگ یا مهبان، او ادامه، او دهان به صورت او باز میشه که ادامه هستی، آ که همون گشایش آن امیزمنت هم بله. از اون میاد که در انگلیسی هم آ به معنای شگفتی من. که میبینیم باز از سانسکریت و پارسی باستان اومده، یا ما میگیم آ فر ایدون، آ یعنی شگفتی بر فری ایدون، این چنین آ فر که میشه فر ایدون من. پس این در تمام واژه ها، در فراوان در واژه ها ما این آ رو میبینیم. او ادامه هستی که سمبولش ویشنوه من. و ام که دهان بسته میشه و میم رو میگه، هام یا ام که چی گفتیم که بسته شدنه، که باز از خود یک باز شدن دوباره رو به بار میاره. این تسلسل انرژیه که خب یک دانشپایه است و کشف راز رمز انرژی اینشتین اینا رو کشف نکرد، اینشتین دوباره کشف کرد در قرن بیستم. اینها ده ها هزار سال، 33,000 سال پیش ما اینها رو دیگه ایزدی که گفتن همون براهما گشاینده، ویشنو نگاهبان یا ادامه دار و شیوا که دوباره ریسایکل میکنه یا بازگرداننده هست. بله، من خلاص مجملش رو خلاصه شبنا گفته بود. بله، پس اینجا میگه که از این گیاه ورجاون میگه که خواستار اینی که به خانه، که باز خانه همون گونه که توضیح دارید همون جایگاه هر انسان، سنترش، مرکزش، اون زمین، زمین ورجاوند یا اون خانه و کاشانه، اینها همه چیز سنتر برای انسان و زمین و هستیست. میگه برای ما به اصطلاح این نیرو را خواستار میشه برای people void of guile. ما خودمون آگاه بودیم انسان‌های هستیم که از تزویر و خیانت بدوریم، توهی هستیم، void of guile. پس میبینیم اونایی که میگن نه مثلا اون موقع تازی وجود نداشته، میبینیم که تازی هم وجود داشتن و ما مرتب در حال جنگ بودیم. دقیقا. اون چیزی که ما تز ماست و ما اون رو برپایان گذاشتیم و پیدا کردیم و اولین کسانی که تا اونجا خبر داریم پیدا کردیم که تازیان 12,000 سال پیش پیدا شدن اولین بار روی کره زمین پس از 200,000 سال که هوموسیپینس روی زمین بود. البته تازش هاشون در غارهای اون زمان هم بوده. بله، ولی به صورت کلاسیک و اورگانایزد. بله، 12,000 کلاسیک و اورگانایز شده به نام ناتوفیان پیدا شدن در غرب ما، در جایی که از اورشلیم تا ترکیه امروزی، و بعد 5,000 سال قبل میسیم که اینا سومریان از اینها درست میشن و بعد میرسیم میبینیم از اینا
آشور و بابل و اکد و عبری و عرب و ترک و تازی و تورانی درست میشه که دور تا دور ایران رو یا آریه ها رو میگیرن. بسیار. پس ادامه میده. Aid us in sacred riots, O Soma. Drive away the dark shades that must be met in fight. این در واقع خواستار جنگ با دارک شید، با اهریمنان، نیروهای تاریک هستی، نیروهای تاریک زمین. Aid us in sacred riot، در اصطلاح در جنگشون برای این پس دادن این تازیان، در جنگ برجاوند. Sacred. بله. Make the path ready for Hymen newer and newer. Win for us wisdom, win the light. در واقع ازش خواستار این هست که چکامه ها و هیمن های جدید و جدید به گوش جانشون این پیام سروش در واقع بیاره، این هوم برجاوند، و اینکه بهشون آگاهی و دانش wisdom بده و که بتونن به اصطلاح از نور هستی، از اون نوری که در وجود هست، از روشنایی پدافند کنند. بعد سپستر در جای دیگه در بخش دهم میگه like the chariots that thunder on their way، باز اونهایی که با میگن که چرخ و اینا رو سومریان 5000 سال پیش ساختن، میگه از گردونه هایی که بله تشبیه کرده به مانند گردونه های به اصطلاح رعد و برقی که در راه هستن، این انرژی آورنده به اصطلاح نیروهای برجاوند سوما یا هستی رو به این گردونه های به اصطلاح چریت کالسکه یا عرابه های آتشین یا تانلی یا رعدگونه حرکت برن که عرابه موقعی که به ویژه عرابه های جنگی آریایی که بر علیه تازیان که مثل مور و ملخ زیاد بودن ما تکنیک به کار میبونیم و عرابه های ما صدای رعد میداده موقعی که کشیده میشد و پشت اسباب و این عرابه ها میشکافته به سرا لشکرهای عظیم مور و ملخی تازیان رو و به قلب اینها فرو میرفته و به همین دلیل ما این چریت ها رو میبینیم که اینها باز اون سوما یا هوم، اینها نماینده اون نیرویه که باز می‌بینیم که نیروی جنگنده، نیروی دفاع از آزادی، دانش و بزرگی و خانه و خانه. این چیزی که امروز در بسیاری از مردمان ایران جهودان از بین بردن و اونا رو تبدیل به نوکران خود کردن. یعنی ما خودمون اسرائیل جون میام نجاتتون میدیم، ما یه آشغالی رو پیدا میکنیم میام واسهتون سر کار میذاریم، آخونده برن و ازتون درست میشه. بروی ادامه میده. Winning this wasteland's glory and producing morning lights, the suns، یعنی خورشیدها، the singing men of ancient times opened the door of sacred songs, men for the mighty to accept. در واقع اینجا نه تنها این انرژی رو به باز به بن و اصل خودش که همون خورشیدها، اون کوره های روشنایی بخش هستی پیوند میده، بلکه به اجداد به اصطلاح خودمون، the ancient times، در زمانهای گذشته. singing men در واقع اونهایی که هستن که باز همچون زرتشت با هستی راز و رمز چکامه گونه ای داشتن و همگونه که گفتیم این سوما خود sacred songs یا به اصطلاح اون راز و رمز هستی رو به صورت شعر گونه یا چکامه گونه به گوش جان این میاکان میرسونده و اینها رو میبینین چه پیوند زیبایی با هم دارن که اون انرژی نورمانند این گیاه ورجاوند سومای هوم هست. یه دفعه دیگه ببین به چه دلیل امروز این برنامه رو گذاشتین که برای اینکه از گاه شمار ودیک من با پژوهش‌هایی که کردم ما این ماه که همراه هست با ماه باران، تیر با تشتر، ستاره تشتر و بارانزا، اینها همه در پیوند هستند، پیوند اسطوره‌شون هنوز به جای هست و نخست روز این ماه با این گیاه ورجاوند هم پیوند هست. و گیاهی که در انسان نیروی تیر یا تیزگونگی یا دفاع از خانه هم، دفاع از خانه خود رو در شما قوی تر میکنه، سمبولشه. لزوما نباید این رو بخورید و به جنگ برید، ولی زمانی که این رو
به صورت چای یا نوشیدنی یا هرچه نوشیدن و دیدن که اون تیزگونگیشون، حتی جانوران موقعی که در شرایط سخت قرار میگیرن و نیروی بدنشون تضعیف میشه یا بیماریز میشن، یا در شرایط سختی که حیوانات وحشی دیگه زیاد شدن و میخوان مثلا این جانوران خود به خود این گیاه رو میخورن دقیقا. و هم تیز هوشتر میشن، هم چشمشون سریعتر میبینه، بهتر دشمن رو میبینن، حیوانی که میخواد بهشون حمله بکنه میبینن، نیروی فرارشون قوی تر میشه، نیروی حملهشون حتی در مقابل اون حیوان وحشی زیادتر میشه. میبینیم که این چیزی که به طور طبیعی در ما جانوران وجود داره که بتونیم از گیاهان کمک بگیریم برای دفاع از خود، و همین دلیل اسم اون هام یا خانه شده. دقیقاً. ادامه میده: Soma gives us kinship with the gods and with the sun, unite our eye, the sages of spring had appeared. اینجا خیلی جالبه، اینجا هم نه تنها این گیاه رو و پیوند اون رو با خیشی، باز kinship، خانواده، خانه، خیشی، شهر، و with the gods، ما میدونیم gods تبلور تمام نیروهای متفاوت انسان و افرهام هستیست، پس این باز یگانگی و همخونی و همخیشی رو با جهان هستی و نیروهای به اصطلاح در کنش هستی رو نشون میده که میخوایم با هم متحد شده. and with the sun، با اون خورشیدی که unite our eye، اینجا اون من میخوام چشم خورشید گونه، بله دقیقاً، هم دعینا باشه، دقیقاً همون چشم خورشید گونه دعینا هست. بسیار زیبا گفتید، و همین که ما میدونیم که باز این چشم سوم رو نیز که به اصطلاح در میان پیشانی هست، از لحاظ انرژی چاکرایی این خودش چرخیست که کانالیست برای یکی شدن با ویژن هستی، اون به اصطلاح ارتباط و پیوند رو با هستی ایجاد میکنه، با انرژی افرهام. و ما میبینیم که چگونه تازیان از سمبول های ما همواره آنها رو دزدیدن و وارونه از اون استفاده کردن، بیمسخرش کردن، از معنا توهی کردن، سمبولی که خدا رو یه مردک آشغال کردن، فرستادنش در آوازنش الله و یهوه. دقیقا اینجا این تک چشم رو باز ما میبینیم در جریانات فرماسونی به چه صورت ازش استفاده کردن، در صورتی که در وداها برای پول و قدر به دست گرفتن و جاسوسی و اینکه یک چشم همه مردم و بردگان، مردم که بردگان ما هستند رو نگاه میکنه. این جمع فراماسونیه که بر بالای هرم قرار داره، که اینها میگن مثلا بله. موقعی که یک آدم پست میخواد یکی رو مثلا به ترسونه، میگه I have my eye on you، یعنی یه حالت هایی تو غربی ها به یه شکل خیلی آشغال گونه و لاتی و I have my eye on you، این همون چشم جهود پست جنایتکار و دسیسه‌کاره که به اصطلاح کنترلچی و مریضه. دوستان باید توجه داشته باشن که بین این سمبول های اهریمنی که اینها از سمبول های خوب ساختن، خوب تفکیک قائل بشن و ببینن کجا و چگونه، و اینکه اگه یه وقت با یه همچین سمبول های روبرو شدن گول نخورن، بعد که مثلا اگه من خیلی دیدم که مثلا با سمبول های آریایی که اینها برخورد میکنن، زود تداعی معانی میشه که اینا جهود و کارهای بد و برداشتهای بد کردن، اینها فوراً این رو به سر رد میکنن. دوستان میگن جهودان آریایی شدن، یا اینکه جهودان آریایی شدن، یا اینکه مثلا این چشم مثلا بد اهریمنیه، در صورتی که اینها همه دانشپایه هست که جهودان برداشتن و اون رو واژگونه کردن و اهریمنی کردن. من هر دوشو دیدم. یه آدم شکست خورده میگه خب پس جهودان همه حرفا رو زدن، پس اونا آریایی شد، پس اونا خوب شدن. برعکسش هم اینه که این چیزایی که الان دیگه اکثرا فهمیدن که اهریمنی و پست و تجاوزگارانه است، مثل این مثلا فراماسون و زهر مارک صافت و چیزای حالا هرچی بانک ها و آشغال ها و جنایتکاران جهانی آدم خوران، اینها همش آریاییه. برای اینکه نگاه کن همین چیزها رو میگن بره. میگن که مثلا ما برای اینکه دنیا رو تو اسلام و تو جودی هم دنیا رو میخوایم خوبش بکنیم، یه جا میگه ما خواهیم دنیا رو بخوریم و تجاوز بکنیم، کنترل به دست بگیریم اینا، یه جا میگه همه اینا برای خوبی خودتونه. یعنی ما چون میفهمیم و انتخاب شده هاییم، chosen one یا جدیدن میگن به اصطلاح
the elite. Yeah. We are the elite. We're builders birds. Builders birds و کسافت اینا. ما چون بیشتر از هم بلدیم، هر چی که شما خفش این مردمان، هر چی که ما میگیم بگین چش. یعنی این دروی این حرکت رو من در انسان شکست خورده، کسی که فکر میکنه شکست خورده و تسلیم این آدم خانم شده، میبینم هر دو شکل این. این برنامه امشب مقابل توجه دوست گرامی که برای ما ایمیل کرده و 30 سوالی که از ما پرسشی که از ما کرده بودن، دو سه تا از پرسش های اساسیشون به همین برنامه امشب برمیگرده. اون 30 پرسش نشانه های فرماسیون تک چشمی و اینها رو پرسیده بودن، از چاکراها و اینها سخن کرده بودن و از فرع این برنامه رو باید گوش کنن که به برخی از سوالش پاسخ بده میشه. البته در پرسش پاسخ بیشتر ما بهش میپرداخت. به هر روی اینجا میبینیم که پیوند خیشی و خانه و خانواده با ایزدگونه بودن هستی و تمام جنبه های انسانی و اینکه پیوند دادن اون چشم خوشیدگونه درون نگر و راز و رمز نگر هستی رو که در واقع همون چاکرای چشم سوم باشه با هستی و اینکه برحال اینها رو همه رو با پیوند داده. میگه در ماندلا در هیمن بعدی 11 هم میگه سوما هارت نوور سوران آف ده هارت، یعنی در واقع اینجا مشخصا این گیاه سوما یا هوم رو باز به همون چاکرای قلب یا بیداری دل بله و اینکه میشناسه انسان‌ها رو و چگونگی قلب و جان انسان رو، اون جایگاه انسان رو، و در واقع از این گیاه میخوان که به جان درونشون رو زنده و بیدار کنه و به اصطلاح جوابگوی اون بلاکیج هایی که در حال در هستی و زندگی هر کسی برخورد میکنه رو، بلاکیج ها به وجود آوردن سیستم به اصطلاح که این باز کننده باشه سوداگری و پستی تازیان و این بلاک شده های به اصطلاح قلب یا دل یا روان بلاک شده بسته شده انسان مریض امروز که به اصطلاح تنها رایی که در پیش خود میبینه تسلیم به همون کسی که اون وحشت رو روی زمین آفریده، چون تسلیم فهم کنه اون قدرت داره، اون رو یه قدرت میبینه، این چشمه رو میبینه، اون دلار رو میبینه، اون اسلحه های بمبای منفجر شونده رو میبینه، بانک ها رو میبینه، اون سیستم آدم خوری رو میبینه. میگه خب این که نمیشه عوض کنه، این که یه غولیه که خب خودش خداست، اون رو خدا میبینه، اون رو نیروی را، یعنی پستی و اهریمن صفتی خدای انسان شکست خورده میشه، انسانی که درست شکست نخورده ولی خود رو شکست خورده میبینه، برای اینکه اون حاضر نیست روان خودش رو، این تیزهوشی که این سوما یا این هوم زرین به انسان میده، حاضر نیست اون رو بر خود بگیره و بر خود بپوشه. همجور که گفتیم در آخر شاید برسیم به اون چکامه زرتوش که میگه که رزم افزار برگی در مقابله هوم زرین، در مقابله این پستی ها و تجاوز های این تازیان و این اهریمن صفتی و این قدر قدرتی و قیافه گیری دروغین تازیان، رسم افزار ببند بر خود برگیر، بر خود برگیر، رسم افزار برگیر. تنها راه انسان که انسان آزاد بمانه و خدایگونه یا ایزدگونه همجور که اینجا میشه، این که نیروی مبارزاتی خودش قوی بکنه، نه نیروی تسلیم و تسری خوردن خودش. برای اینکه نیروی تسلیم همین سیستم رو چیز میکنه و به اون انسان میشه، انسان تبدیل راحت میتونه تبدیل بشه به یک انسان به اصطلاح جاسوس دشمن یا که هیچ، انسان مرده است، در اصل انسان مرده. ولی انسان بیدار یا انسان زنده کسی که این از هوم زرین که در درون خودش و در بیرون خودش هم هست، در این گیاه هست و در درون انسان هم هست، بهره میگیره و اون رو زنده نگه میداره، این رزم‌آوری رو. بله. این بخش آخر ریگ‌ودا رو من یه دو خط دیگه میخونم. میگه far sighted soma sage and seer is worshipped in central point the tree soma as a tree of life whose praises never fails yields heavenly milk among our humans urging man's generations on.
میگه در واقع این گیاه هوم یا سمار رو به فارس دایده، کسی که یه گیاهی یا چیزی گیاهی یا باشنده که دوربینه، دورنگره و آینده رو میبینه، فقط این زندگی کوچیک خودش رو نمیبینه. دقیقا. و ایزد و سیرر یا کسی که چشم بینا داره، چشم جهان بین و چشم راز و رمز نگر داره، در سنترال، در میان به اصطلاح ستایش میشه، در مرکز انسان یا هستی یا زمین. یعنی باید خودت رو از تلاطم و به اصطلاح گیج سازی اینها بریده داری و در تمرکز و در سنتر بودن. بله، امروزه هم میگن سنتر بشه. دقیقا. بعد اینجا نکته جالبی که هست، این گیاه ورجاوند رو به درخت زندگی، این درخت زندگی که جایگاه بسیار مهمی در اسطوره ها و فرهنگ ما داره، خیلی مهمه، به درخت زندگی منسوب میکنه که به اصطلاح از همسان به اصطلاح افشاره یا میلک یا شیر بهشتی و پردیسی داره این درخت و انسان ها رو و جنریشن ها و نسل ها رو به جلو و به نیرو میده و به جلو این فراپویش. این شیره زندگی و فراپویش، این چکیده هر آنچه که در هستی هست، که در وجود تو هست، در وجود این گیاه هست و در وجود هستی و در انرژی خالص. این چکیده رو زمانی که بهش دست بیابی، شاختی که حاضر نیستی دروغ و تسلیم و نمیتونم به قول معروف سازشگری و سازشکاری و خودگول زدن و اینها رو حاضر نیستی، یعنی اینقدر فره تو بالا میره که دیگه تو حاضر نیستی به این پسی در تن در بدی که به قول معروف با آنچه که پسی حاکم شده بر جهان، برای اینکه زور داره در ظاهر تسلیم بشی. چرا؟ چون خودت خود خدا میشی، خود ایزد میشی که اون پستی ها رو در زیر پای خودت میبینی. همه این زور و قدر قدرتی دروغین و این اسلحه و این ظاهرن این نیروی اهریمنی رو واقعا کوچکتر از هر چیز میبینی زیر پای، چون خود شد تو چه شدی؟ خدایگونه شدی، تو خود خدایگونی یا همون ایزد شدی یا همون به قول معروف شیره هستی شدی، یعنی انرژی خالص. و من خیلی کوتاه و سریع از نسخه های به زبان کتاب هایی که به زبان پهلوی به جای مانده میگم براتون که این جایگاه درخت زندگی که اگه یادون باشه اسطورش رو باز کردیم که سیمرغ بران آشیان داره در دریای فراخ کرد، یا همون دریای پارس یا اقیانوس هند کنونی باشه جایگاهش بود، و این دره و این گیاه هوم زرین در کنار اون درخت نیز بود و در اسطوره های ما آمده و میگه و حتی به بیشه‌ای که در دریاست، هوم درخشان زرین و دیگر گیاهان که در جهان است از آن پدید آمد، آن را آسودگی از آب و زور و سرگین پاک باشد، یعنی از افشاره پاک، همین چیزی که الان گفتمان کردیم، آن را دشواری از آن است که به بیداد ببرند یا بشکنندش. یعنی این همواره در پدافند از خود خانه و از در واقع دفاع از تازیگری رو در واقع اینجا سخن میگه. یعنی اگر تو نیروی ورجاوند درونت رو ببری و بشکنی و اینقدر ضربه بزنی به خودت که تبدیل به یک انسان ناتوان بشی، این بیدادگری که تو بر خود انجام داده، انگار که این گیاه رو از ریشه گیاه سوما رو یا هوم رو از ریشه کندی، یعنی مرگ توست، مرگ انسانیه که تن به نابود کردن نیروی زنده مبارز هوم زرین خود میکنه و چکار میکنه، از ریشه میکنه و در اختیار دشمن قرار میده و نابود، یعنی خود رو میکشه، در اصل انسان از آن پس انسانی مرده است. و این رو من از روایت نسک روایت پهلوی خوندم، یک بخشی از نسک گزیده های زاد اسپرم میخونم که باز به زبان پهلوی هست. میگه از گرد آمدن تخم ها درخت همه تخمه یا همون درخت زندگی را در میان دریای فراخ کرد، که همان پارس باشه، بیافرید که همه گونه های گیاهان از او همی رویند و سیمرغ آشیان بدو دارد. سیمرغ یا نیروی جا
جاودانه فره آریایی، زنانه آریایی در اسفهان که سیمرغ یک مادر نوبه‌نوشونده است. بله، هنگامی که از آن به فراز پرواز کند سیمرغ، آنگاه تخم خشک آن را به آب افکند و به باران باز به زمین باریده شود. نزدیکی آن درخت هوم درخشان را بیافرید، یا هوم زرین، دشمن پیری، زندگر مردگان و انوشگر زندگان. و تا آخرین لحظه پیر نمیشی، 80 سالت هم بشه، دم مرگ نفس آخرت هم باز زنده ای، پیر نیستی. پیری که به عنوان سمبل این که دیگه نیرو نداره، تسلیم میشه و جونی نداره، تا آخرین لحظه زنده ای زندگی میکنه. وقتی هم مردت سید و چی؟ دشمن پیری و دشمن پیری، زندگر مردگان و انوشگر زندگان. مردن هم زنده میکنه. حالا باز ما به جلوتر میایی و به بخش یسناها که به اصطلاح بخشیست که زرتشت گفتمانی داره با هوم، با ایزد هوم. ببینیم چقدر این پرالل یا برابری میکنه با اون چیزی که ما از ریگودای باستان، ما اینجا 8500 سال پیش زمان زرتشته، اون چیزی که از ریگودا خوندیم به 33000 سال پیش باز میگرده. 33000 بله. اینجا زرتشت در 8500 سال پیش ببینیم چگونه برخوردی با این گیاه ورجاون داره. میگه در یسنای هات نه اومده، میگه بامدادان که زرتشت آتشدان را پاک و آراسته میکرد و سرود میخواند. توجه کنید که چکامه و اون ندای هوم یا ندای گمان هستی چگونه کار میکنه. پس اون مردکی آشغال از هوای فرشته نمیتونه تو گوش این وزوز بخواد، مثل یهوه و علا و اینا، خودش سرود میخوانده و با رازنم زهستی گفتگو میکرده. دقیقا. و سرود میخواند، ایزد هم به نزد وی آمد، یعنی همون نیرویی که پیوند پیدا میکنه با نیروی هستی. دقیقا. زرتشت پرسید کیستی که با جان درخشان و جاودان خیش به نیکوترین پیکر که در سراسر جهان خاکی دیدم در برابر دیدگارم نمودار گشتی؟ هوم دوردارنده مرگ پاسخ داد، من هوم پاک دوردارنده مرگم، همان جاودانگی و فرح و تندرستی، همون چیزی که انوشگر سخنش رندیم، یعنی انسانی که تسلیم نمیشه جاودانه است. پس از مرگش هم جاودانه است. فردوسی که میبینیم هدف بخواد میاد به کمک. دقیقا. لای کتابشو باز میکنه. دقیقا. میگه من هوم پاک دوردارنده مرگم، مرا فراچنگ آور و برای آشامیدن آماده ساز. پس میگه این گیاه هوم رو، راز رمزشو بفهم و برای آشامیدن این رو آماده کن، یعنی نوشیره زندگی رو آماده نوشیدن باش. به جای اینکه این از درون خود بکنی این گیاه رو، پرت کنی بیرون، اون رو بیاشام بده. دقیقا. مرا ستایش کن آنچنان که زین پس سوشیانت ها مرا خواهند ستود. هم گفت نخستیم گونی که ما اون رو می ستاییم. دقیقا. بله. هم گفت نخستین بار ویوانگهان، ویوانگهان همون اجداد جمشید، جد از پدران جمشید باشن، دوران جمشیدی 9 تا 11 هزار سال. بله. نخستین بار ویوانگهان مرا در جهان خاکی پس از آخرین، اینو من اضافه کردم که پس از آخرین یخبندان باشه، آماده ساخت. پس ویوانگهان کسی بود که در دوره جدید آریاوارتا این هوم رو آماده ساخت، از نو آماده ساخت. بله. پدر جمشید آن دارنده دشت ها و سرزمین های فراخ و خوب و شکوهمند، در این کسی که در میان مردمان زاییده شد، آن که چشمی خود در میان مردم، اینو گوش کنن همیهنان گرامی، در میان مردمان، از دل مردمان بیرون، خشت رویری، اینا زرتوش نبوده که فرهنگ ایرانو میسازه، فرهنگ ایران زرتشت رو میسازه، زرتشت دوباره اون رو به ما باز میگرده، بخشای رو از اون رو باز میگرده، برعکس آدم خورانی که امروز میگن خب زرتشت 3-4 پیش بود، اون همه این چیز دارم اون هم جرام فرعون گفت بقیه مردم بد بودن، فقط زرتشت خوب بود، برای اینکه پیغمبر ما بود، برای اینکه آره همشون درست مثل هم موسی است دیگه. و شکوهمند، یعنی جمشید رو میگه، شکوهمندترین کسی که در میان مردم زاییده شد،
آن که چشمی خورشیدسان داشت، همون third eye، چشمی که خورشیدسان داشت، آن که در هنگام شهریاری، حشتر ویریه، شهریاری خیش جانوران و مردمان را بی مرگ و آبها و گیاهان را ناخشکیدنی و خوردنیها را ناکاستنی داشت، ساخت. در هنگام شهریاری جم دلیر، نه سرما بود و نه گرما، نه پیری و نه مرگ و نه رشک دیو آفریده. بعد سپس افرادی که سخن ازش میرونه در همین یسنا، پدر فریدون که همون آبتین باشه، همسر فرانک. رشک دیو آفریده رو دوستان روش دقیقا تمرکز کنید. ببینید که دیوان یا جنایتکاران یا تازیان جهان از روی رشک و نیروی فرهه ایزدی آریایان بود که دنیا رو به این وحشت و به اصطلاح سوداگری پس خودشون رشک در اول. و سپس در اون یسنا میگه کسانی که باز برجسته میکنه که من رو به اصطلاح به راز و رمز من و من راست به فراچنگ گرفتن، فریدون پدر آبتین که همون همسر فرانک باشه، اطرت برادر گرشاس به پهلوان دلیر و پورشست پدر خود زرتشت بودن و چند تا نام. سپس میگه ای زرتشت، ای در ایرانویچ نام آور. نام ایرانویچ دوستان یادتون باشه سرزمین آریا همون آریاست. دقیقا آن سرزمین آریا. یه ده میگن که آریایی ها کوچ کردن به ایران، سه جاشا کوچ کردن به ایران. یعنی در نظر بیاریم آریایی های جای دیگه بودن، اومدن به سرزمین ایران، یه آریا اومدن به سرزمین آریا. عجب، پس قبلش چرا اینجا سرزمین آریا اسمش بوده؟ پس اینا یکی دیگه مثلا جوده اسم اونجا رو گذاشتن سرزمین آریایی ها، آریایی ها اضافه دیدن اونجا سرزمین آریا هست، اوکی پس بودو بریم. این جریان تورات دیگه. اونجا مال به شما دیشب خواب دیدم که کنعان به شما وعده داده شده، مردمش رو چکار کنیم؟ قتل عام کنیم؟ گاو گوسفنده و درختاش چکار کنیم؟ بخوریم برای شما، اینا برای شما درست شده، بریم بخوریم. اینا فکر کردن که آریایی هم همون جودان درست. پس میگه ای زرتوش، ای در ایران ویچ نام آور، تو همه دیوان را که پیش از این به سان مردمان بر روی زمین بودن در زمین نهان کرد. یعنی این دیوان و اهریمنان خودشون رو آدم حساب میکردن و همینجوری پخش بودن. آدم هستن، آدم و حوان. آدم و حوان، بله. ولی انسان نیستن. زرتشت گفت درود بر هم، هم نیک، هم خوب و راست آفریده شده. آن درمان بخش خوشندام خوشکنش، آن پیروزگر زردگون نرم شاخه، اشاره به نوع گیاه هست، که چون بنوشدنش به بهترین آشام و بهترین راه جوی روان و فرح است. پس این نوشیدن این آشام روان و فرح رو پاک و آماده میکنه برای دریافت بهترین رازهای هستی. این هم همه سمبولی که نه اینکه به دنبال این بگردیم دنبال گیاه بگردیم بخوریم چیزی بهتون بده، زمانی که نیروی این گیاه رو در خود نکنده باشین، ریشه‌کن نکرده باشین، این نیروی رزبندگی، نیروی شادی، نیروی انرژی بی‌پایانی که با خوردن چای این گیاه هم میتونین لحظه‌ای در خود احساس کنین، ولی اصلش اون نیرویی که شما در خود نکشته باشید، اون رو اگه داشته باشید انگار که این هم زرین رو در دل خود همیشه دارید. دقیقاً ادامه میده، از تو خواستار دلیری و پیروزی و درستی و درمان و افزایش و بالندگی و نیرومندی تن و فرح و فرزانگی هم تابسان شهریاری حشت روی ویریه، یاری کننده مردمان. شهریار انتخابی، این خیلی مهمه، کسی به واسه مردمان انتخاب میشه، نه اینکه لزوما حتما بچه اون یکی باید باشه. دقیقا، تابسان شهریاری کام روا به جهان درآیم و در هم شکننده ستیزه و شکست دهنده دروغ باشم. اساسی اینجا شکستنده دروغ. ای هم زرین، خواستارم مرا یاری کنی که تا ستیزه بدخواهان را، چه از دیوان و مردمان و چه از جادوان و پریان و ستمکاران و کوی و کرپنها و زیانکاران و گمراه کنندگان دوپا و چهارپا و لشکر گسترده دشمن
که با فریب و تزویر تاخت آورن در هم شکنن. فریب و تزویر همون چیزی که گایل در ریگودا خوندیم، که ما حتی پیشتر از اون هم خواستار این نیروی بودیم که با تزویر و فریب مبارزه کنیم و با دروج و دروغ. و این کویان و کربن ها همون موجودات پست تازی هستند و در زمان زرتشت بودن، در زمان زرتشت هم حمله میکردن. گفتیم از 12000 سال پیش ما مرتب زیر حمله بودیم. دوستان اصلا اشتباه وحشتناکی که جودان و بهایان در ذهنتون کردن، کاویان رو جاودانگی رو با کوی و کرپن یه دفعه یکی نکنیم که بسیار کاری بشه. همین کدام خود زبان شناس رو بهتون بخوان بخورونن. آره مثل اون یارو چی اسمش ترکیه. ای هوم زرین، از تو خواستارم این نخستین بخشش بهشت پاکان، آن فراخنای روشن و جایگاه آسایش و آرامش را. بهشت پاکان هم همون پردیس درون و بیرون هست که ما همواره به دنبال اون همگونی و هماهنگی به اصطلاح خود و اپرهام بودیم. اصلا ترجمه پردیس. بله. خواسته هایی که از هم در واقع در این بخش از یسناها میاد به این گونه است که یک، پردیس و روشنان پاک پارسایان، دو، تندرستی و نیرومندی تن، سه، زندگی دیرپای، چهار، کامروایی و دلیری و خرسندی در شکست و ستیزه دروغ و دروغ پرستان، پنج، پیروز و شکست دهنده دروغ در جهان، شش، همواره جلوتر و زودتر از راه زنان و دروغ پرستان آگاه به ستیزه باشیم. جلو باشیم. یک قدم. اونا اگه 50 سال آینده نشستن توی به اصطلاح اتاقای فکرشون براتون برنامه ریختن، شما به دنبال اونا ندوین. خودتون 100 سال جلو باشین. هفتم، به دلیران در کارزا که اسب میتازند نیرو بخشی. هشت، فرزندان نیکو و فارسایی و فرزانگی و همسران پیمانشناس و غیره. حالا خیلی هم ضعیف احساس کردین، ضعیفین، چای این رو بنوشین، 4 تا 6 ساعت این نیرو رو احساس میکنین و شاید بتونین اون نیرو رو دوباره در خود بیدار کنید. بله، من بخش پایانی و مهم این یسنا رو که از بند 30 هم هست میخوام به شما بسپارم، که این بخش زیبای ای اوم زرینه که در واقع بخش مهم و اساسیش که در ستیزه با دروغ پرستان هست. خب اینو ما بارها خوندیم، برای این 1 ساعت گذشت، من این رو سریع میخونم. بله، یسنا هاتنو بند 30، برعکس اون چی که جهودان و بهایان، جاسوسان جهودان یعنی بهایان، امروز تو سرتون میکنن که آقا اگر دروغ جایی دیدی، بدی دیدی، یه چراغی روشن کن، یه شمعی بیافروز. این خاک پرستان میخوان شما رو از ستیز با پستی و دروغ، چه در درون خود چه در بیرون خود، شما رو باز دارن. بله. ولی زرتوش بهتون میاموزه ای هم زرین، ای تو کسی هستی که در اصل داره میگی که تو نماینده اون هومه، اون نیروی برجابند مبارزه و شادی و نیرو و بیداری و هوشیاری هستی. میگه ای هوم زرین، به پیکار اژدهای تازی سهمگین که پیکر پارسا را نابود کند، رزم افزار برگیر. گوش دادین؟ چراغی نیفروز، چراغم پس شمع خواستی بیفروزی اشکالی نداره، ولی رزم افزار هم برگیر. ای هوم زرین، به نبرد راهزن نابکار خونخوار آزار رسان که پیکر پارسا را نابود کند، رزم افزار برگیر. پارسا همون پارسیان، پارسایان، بزرگان، آریایان، پارسی هم از همون پارسایان میاد. ای هوم زرین، به ستیزه فرمان روای دروغ پرستان که با نخوت سر برافرازند و پیکر پارسا را نابود کنند، رزم افزار برگیر. اینا که قیافه میگیرن و براتون فیس و افاده درست میکنن و ایری دور خودشون دارد، ما خیلی گرم کلوفتیم و پول داریم و اسلحه داریم و همه خفه بمیرید و بیان به اصطلاح نوکر ما بشین، زیر پای ما بیفتین، تو در مقابل اینان از مفزار برگیر. پسرک، دخترک، ای هوم زرین، به رزم گمراه کننده ناپاک و تباه کننده زندگی که این گفتار این آیین ما در یاد دارد اما در کردار نیاورد. کسانی که این چیزها رو از ما شنیدن ولی در کردار خودشون نمیارن، تازیان پست، و
و پیکر پارسا را نابود کنند، رزم افزار برگیر ای هوم زرین، به جنگ این روسپیان جادوگر که منششان بسان ابری در باد لرزانه است. یعنی هر لحظه و هر راهی که لازمه می رن، هر دسیسه‌ای که لازمه می کنند که شکم و زیر شکم و خودشون را حاکم کنند برزن که و پیکر پارسا را نابود کنند، رزم افزار برگیر و در نهایت ای هوم زرین، به ستیزه هران کس که پیکر پارسا را نابود کند رزم افزار برگیر. چه کسانی پیکر شما ایرانیان را نابود کرده؟ به تاریخ مراجعه کنید و ریشه را بزنید. ایدون بادا، ایدون تحرید کدمون، در خدمت شما هستیم. بله بله، نکته زن، خسته نباشید. بسیار بسیار برنامه جالبی بود. گیاه کجا میشه خرید دکتر زند؟ چه اسمش چیه؟ ولی این گیاه سوما یا افدرا، افدرا بله، و در ساوت وست هم فراوان میرویه، پشت خونه ما فراوان رویده. ولی توجه داشته باشین که افدرا 50 گونه مختلف داره که بعد در تشخیص و اینها بعد حتما باید ببینید که کدوم یکی هست. اگه سرخپوست دوستی از نیتیو امریکن داشته باشید میتونه کمکتون کنه. و با یک ستیت ها و به اصطلاح با یک باید درون و روانتون آماده پذیرش همچین چیزی باشه. چون چیزی باشه، یعنی اصلش این نیروی برجاوند درون انسانه که به این گیاه هم نسبت داده شده، سمبلش رو این گیاه ساختن. این رو موقعی که چای درست کنید بخواید 4 تا 6 ساعت همون احساس رو دارید، احساس شکست ناپذیری، احساس نیروی بزرگ بودن، احساس این که از دشمن نمی ترسید، یعنی به فرح خودتون افزوده میشه در واقع، شارپتر و تیزتر میشه که انسان در زندگی روزمرش باید این گونه باشه. بله جدوان به خدمت هست. بس فردا شب بعد برنامه آدم خواران و خونخواران، نه برنامه پاسخ به پرسش ادامه خواهد. نه فردا شب، بله پاسخ به پرسش های دیگه. هفته آینده من شاهنامه رو تا اونجا که آمدیم ادامه خواهیم داد که بسیار هم به جای برجاوندی رسیدیم. من گفتیم زاده شدن از نوع، زیرا که تازیان به ما پس از دوران ضحاک ماردوش که ما شکست داده بودیم، اینا دوره جدیدی از تازیگری که افراسیاب آدم خوار باشه، تورانیان که مانند مور و ملخ فراوان بودن، و تنها زایش ایران نو، ایران نوین که رستم باشه که از نواده همون فرهنگ آریایی و سی مرغی هست زاده میشه و رخش رو که نماینده رخش رو که نماینده خود فره سرزمین ایرانه، سرزمین پاک آریا وارتاست، فرادست خود میگیره و چون این نیروی فرهنگی و چون این فره سرزمینی شکست ناپذیری خودش رو نشون میده در جنگ بطرزه. شما خودتون میدونی که واژه فرهراتا که در سپستر در زبان پهلوی شد خوانی رس، اینها همه از دو واژه فرهمندی و حتی عرابه های چرخ های مهرپرور خوب معنا شده، خوب و دهش کننده، و این همه برمیگرده باز به همون نیروی گو و نیروی اسب های ورجاوند و در روی مهر آریایی، گاو یا همون گو یا پهلوان که نیروی گوزاست. ماله خب فردا شب پاسخ پرسش دوستان میس نکنن فردا شب رو جدوان. بله بله، البته دوستان نگران نباشن، برنامه خونخاران مزدور ادامه خواهد بعد از اینکه به سوالات پاسخ داده شد. بله بهشونم بریک دادیم هفته بعد بله. اگه زیادی شلوغ کردن یه برنامه ویژه میذاریم اون بسته. حتما درود. بسیار سپاس. درود به همه هنانه گرامی. بدرود برشون.